واکنش به حذف نام چند نویسنده در تهران تا کشف تازه در تخت جمشید. در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا خبرهایی از واکنش به حذف نام چند نویسنده از خیابانهایی در تهران تا کشف آثار تازه در تخت جمشید و چند خبر دیگر را مرور میکنیم. واکنش به حذف نام نویسندگان از خیابان‌ها. انجمن صنفی سراسری تئاتر کودک و نوجوان ایران در پی حذف نام چند تن از نویسندگان و بزرگان عرصه فرهنگ و هنر از خیابان‌هایی که به یادشان نامگذاری شده بود، بیانیه‌ای را منتشر کردند. در بخشی از این بیانیه آمده: چه پیش آمد که تهران و مردمانش را، تهران و مفاخرش را دیگر دوست ندارید؟ این همه بیزاری از زیبایی از کجا می آید؟ کودکان و نوجوانان از ما پرسش می کنند و ما پاسخ نمی دانیم. ما نمی دانیم روش و نگرش ما به گونه دیگریست یا روش و نگرش شما مسئولان شهر. چه شده که با نامداران و فرهیختگانمان بیگانه تر از هر بیگانه ای شده اید؟ در این بیانیه انجمن صنفی تئاتر کودک و نوجوان خواستار بازگرداندن نام بزرگان و مفاخر بر تارک کوچه ها و خیابان های تهران شده است. با وجود این انتقادات از مسئولان شهری و همچنین انتقادات پیشین از بیلبوردهای هفته کتاب، وزیر ارشاد در پیامی از شهردار تهران برای همراهی در برنامه‌های هفته کتاب تشکر کرده و نوشته اقدام انقلابی شهرداری تهران در اختصاص بیش از 600 تابلو، عرشه و بیلبورد به موضوع ترویج سنت حسنه کتابخوانی و معرفی کتاب‌های فاخر و نویسندگان پرتلاش عرصه ادبیات ایران نشان از نگاه و اهتمام جدی مدیران شهری به این تولید ارزشمند فرهنگی دارد. معرفی رسمی فیلم قهرمان به اسکار. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی پس از بررسی فیلم‌های ارسالی از سوی کشورهای مختلف، فهرست رسمی فیلم‌های واجد شرایط رقابت در چند شاخه از جمله بهترین فیلم بین‌المللی را برای اسکار 2022 منتشر کرد و همانند سال گذشته 93 کشور به فهرست نهایی راه یافتند. بنیاد سینمایی فارابی چند ماه قبل قهرمان را به عنوان نماینده ایران به اسکار معرفی کرده بود که سرانجام تایید نهایی شد. این فیلم در روزهای اخیر موفق به کسب جایزه بهترین فیلم خارجی و فیلمنامه از جوایز هیئت ملی نقد آمریکا شده بود. معرفی برگزیدگان جایزه جلال ستاری. با پایان یافتن هشتمین سمینار بین‌المللی جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی، جایزه جلال ستاری به پیتر شومان، نینا مالیکوا و جمشید ملکپور، سه نفر از پژوهشگران برتر اهدا شد. حمیدرضا اردلان، دبیر این سمینار، با اشاره به انتخاب این سه پژوهشگر بر اساس نظر هیئت داوران گفت از این سه نفر دو تن خارجی و یک نفر ایرانی است که لوح تقدیر و تندیس جشنواره به آنها تعلق گرفته است. پیشنهاد تشکیل شورای عالی سینما در هیئت دولت. پس از گذشت 5 سال از انحلال شورای عالی سینما در دولت 12، وزارت ارشاد در جهت احیای این شورا متن پیشنهادی تشکیل آن را که گفته شده پس از رفع ایرادات قانونی مجلس تهیه و تدوین شده جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به دولت ارائه کرده است. رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نایب رئیس، رئیس سازمان امور سینمایی به عنوان دبیر، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و 7 نفر از سینماگران به انتخاب وزیر ارشاد اعضای پیشنهاد شده برای این شورا هستند. این پیشنهاد در حال حاضر در کمیسیون فرهنگی دولت در حال بررسی است. کشف جدید باستانشناسان در تخت جمشید. باستانشناسان آجرهای لابدار برجسته با نقوش گاو نر و مارژدهاهای موش خوشو، تکه‌های کتیبه‌های میخی به زبان‌های بابلی و ایلامی را در شهر تاریخی پارسی تخت جمشید کشف کردند. موش خوشو حیوانی افسانه‌ای و ترکیبی از مار و اژدهاست که بیشتر نماد مردوک، خدای بابلیان معرفی شده است. کاوش‌های باستانشناسی مشترک هیئت ایرانی ایتالیایی در محوطه باستانی تولاجوری در شهر پارسی تخت جمشید به سرپرستی مشترک علیرضا عسکری چاوردی از دانشگاه شیراز و پروفسور پیر فرانچسکو کالیری از دانشگاه بولونیا انجام شده است. سرپرست ایرانی این هیئت باستانشناسی گفته محوطه تولاجوری همان محوطه است که ویرانه‌های دروازه پارسه در آن کشف شده است. او مهمترین نتایج باستانشناسی این فصل از کاوش‌های باستانشناسی در این محوطه را شناسایی فونداسیون دو برج بزرگ اضلاع جنوب شرقی و جنوب غربی این دروازه تاریخی اعلام کرده و گفته در این فصل نمای بخش غربی بنای دروازه به طول 40 متر نمایان شده است.